سلام من دکتر امین حسینی هستم و میخوام در رابطه با نحوه تغییر افکار منفی و تبدیل حال بد به حال خوب با شما صحبت بکنم اگه فایل های قبلی مجموعه حال خوب رو گوش نکردید حتما بهتون توصیه میکنم که از ابتدا این فایل ها رو گوش کنید تا بتونید به صورت مدون و اصولی با انجام دادن تمریناتی که ارائه شده در راستای تغییر افکار منفی و تبدیل حال بد به حال خوب قدم بردارید در این جلسه میخوام تکنیک پیکان عمودی رو براتون توضیح بدم پشت همه افکار منفی که در روز به ذهن ما خطور میکنه یک فکر بنیادین وجود داره این باورهای بنیادین زیربنای افکار منفی ما هستند اگه تفکر رو به یک درخت تشبیه بکنیم ریشه های این درخت باورهای بنیادین ما هستند و شاخ و برگ ها حکم افکار منفی رو دارند و میوه ها هم احساسات منفی که ما ازشون تقضیه میکنیم تا الان با استفاده از تکنیک هایی که یاد گرفتیم ما تونستیم اون شاخه ها رو قطع بکنیم یعنی افکار منفی رو مورد حمله قرار بدیم حالا میخوایم بریم سراغ ریشه ها یعنی باورهای بنیادین یادتون باشه که پشت همه افکار منفی که در روز به ذهن ما خطور میکنه یک باور بنیادین قرار داره این باورهای بنیادین عموماً از چشم ما پنهانن و ما بهشون دسترسی نداریم و فکر میکنیم که این فکر منفی که به ذهن ما خطور کرده به صورت مستقل وجود داره و در نتیجه احساسی که در ما تولید شده فقط ریشه در این فکر منفی داره به خاطر همینه که در بسیاری از موارد وقتی این فکر منفی رو پیدا میکنیم باز هم نمیتونیم از داشتن حال بعد جلوگیری بکنیم یا در بسیاری از موارد میبینیم یک سری از افکار به صورت مداوم دارن تولید میشن و اگرچه که در ظاهر به هم شبیه نیستن اما احساس یکسانی رو در ما تولید میکنن در اینجا ما میتونیم متوجه بشیم که ریشه این افکار یکیه و در واقع این شاخه ها همشون به یک ریشه ختم میشن به عنوان مثال فرض کنید که شما در حال رانندگی هستین و یه دفعه یکی میپیچه جلوتون شما یه دفعه این فکر بهتون خطور میکنه که همه میخوان حق منو بخورن و در نتیجه احساس بدی بهتون دست میده زمانی که باور بنیادین زیر این فکر رو پیدا می کنیم می رسیم به این باور که من بیکفایتم حالا زمانی که همین فرد دوچار یک فکر منفی دیگه میشه و با شریک عاطفیش دچار مشکل میشه و شریک عاطفیش اون رو ترک میکنه در اینجا دوباره احساس استراب میکنه و زمانی که ما دوباره سعی میکنیم باور بنیادین این فکر رو پیدا بکنیم میبینیم زیربنای این فکر که من تنها شدم دوباره باور بنیادین بیکفایتیه و دوباره فرد با خودش فکر میکنه که چون کفایت کافی رو نداشتم تنها شدم اگرچه این دو تا موقعیتی که من براتون مثال زدم شبیه هم نیستن و افکار منفی که در این فرد ایجاد شده به ظاهر متفاوته اما وقتی در جستجوی باور بنیادین این فرد برمیاییم و ریشه زیرین این افکار رو دنبال می کنیم به یک باور بنیادین یکسان می رسیم پس در نتیجه اگر بتونیم این باورهای بنیادین رو در خودمون شناسایی بکنیم و اونها رو تغییر بدیم میتونیم از تبدیل شدن بسیاری از این افکار منفی به احساسات بد جلوگیری کنیم. هدف تکنیک پیکان عمودی همینه یعنی پیدا کردن باورهای بنیادی برای اینکه بخوایم از این تکنیک استفاده بکنیم در ابتدا باید اندیشه منفی مرتبط با موقعیت نگران کننده رو شناسایی کنیم خب بذارید چند تا مثال براتون بزنم تا بتونید استفاده از این تکنیک رو به راحتی یاد بگیرید فرض کنید که فردی داره برای دانشگاه درس میخونه یه دفعه این فکر تو ذهنش میاد که من قبول نمیشم و شروع میکنه به مسترب و نگران شدن برای اینکه بخوایم باور بنیادین زیر این فکر رو پیدا بکنیم باید افکار منفی که به ذهن فرد خطور کرده رو یادداشت کنیم پس این فرد می نویسه من در دانشگاه قبول نمیشم بعد زیر این جمله یک پیکان عمودی رو به پایین میکشه و از خودش میپرسه این یعنی چی؟ اینکه من در دانشگاه قبول نمیشم به چه معناه؟ یعنی چی اگه من در دانشگاه قبول نشم؟ حالا وقتی فکر میکنه میگه این یعنی من آدم بی ای هستم دوباره مینویسه من آدم بی ای هستم این لایه دوم فکر منفی این فرده حالا دوباره یک پیکان عمودی زیر این جمله میکشه و همون سال رو از خودش میپرسه اینکه من بی هستم یعنی چی اینکه من بی به چه معنیه حالا جواب میده اینکه من بی یعنی کسی به من علاقه نداره دوباره این رو یادداشت میکنه زمانی که این رو یادداشت میکنه دوباره از خودش میپرسه اینکه کسی به من علاقه نداره یعنی چی با خودش فکر میکنه و میگه این یعنی من آدم بی کفایت و بی ارزشی هستم من آدمی هستم که ارزش و کفایت لازم رو ندارم پس کسی به من علاقه نداره حالا زمانی که این تفکر رو پیدا کرده یادداشت میکنه من بی ارزشم یا من بی کفایتم زمانی که به اینجا رسیده وقتی سعی میکنه که معنای بیارزش بودن رو پیدا بکنه میبینه تفکرش دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه اینجا متوجه میشه که باور بنیادین این فرد بیارزشیه و در واقع زیر اون فکر منفی اولیه که من در دانشگاه قبول نمیشم باور بنیادین ارزشی قرار داره حالا فرض کنید همین فرد در حال رانندگی و در حین رانندگی یک تصادف کوچیک میکنه بعد از اینکه این تصادف را انجام داده میبینه مثلا چرخ یا چراغ ماشینش کمی آسیب دیده یه دفعه مسترب میشه زمانی که مسترب میشه با خودش فکر میکنه که من خیلی دست و پا ام وقتی میخوایم باور بنیادینش رو پیدا کنیم دوباره از همین فرایند استفاده میکنیم فکر منفی فرد رو یادداشت میکنیم و زیرش یک پیکان عمودی میکشیم حالا میپرسیم من دست پا ام این یعنی و وقتی فکر میکنیم میبینیم که این یعنی من ارزه انجام دادن هیچ کاری رو ندارم من عرضه انجام دادن هیچ کاری رو ندارم این یعنی همینطور ادامه میدیم و میبینیم که این یعنی من همواره باعث ناراحتی و آسیب خودم و دیگران میشم دوباره این رو یادداشت میکنیم که من باعث آسیب زدن به خودم و دیگرانم دوباره میگیم این یعنی و میبینیم این یعنی من آدم بیارزشی هستم یا فرض کنید این فرد در یک رابطه عاطفی قرار داره و در این رابطه عاطفی دچار مشکل میشه حالا که چند روزی با فردی که دوست داره قهر کرده این فکر منفی به ذهنش خطور میکنه که منو ول میکنه چون منو دوست نداره زمانی که با خودش فکر میکنه منو ول میکنه یادداشت میکنه که اون فرد من رو ول خواهد کرد این یعنی من تنها میشم زمانی که فکر دوم رو پیدا کرده دوباره میگه من تنها میشم این یعنی همیشه در تنهایی زندگی میکنم دوباره یادداشت میکنه که من همیشه در تنهایی زندگی میکنم این یعنی آدم بیارزشی هستم میبینید که در همه این موقعیت ها اگرچه این سه موقعیتی که برای این فرد شکل گرفته به ظاهر متفاوت هستند و افکار منفی اولیه هیچ ربطی به هم ندارن اما باور بنیادین زیر همه این فکرها یکیه و به واسطه همینه که اگر این باور بنیادین پیدا بشه و تغییر پیدا کنه عملا مکانیزم پاسخگویی فرد به مشکلات بیرونی تغییر پیدا میکنه یادتون باشه که افکار منفی همونطور که بهتون گفتم حکم شاخه ها رو دارن و اگرچه متفاوتن اما ریشه ها یعنی باورهای بنیادین یکی هستن حالا وقت اونه که شما این تمرین رو برای خودتون انجام بدید یادتون باشه که برای اینکه این تمرین رو انجام بدید باید افکار منفی که به ذهنتون خطور میکنه رو پیدا کنید و بعد با استفاده از پیکان عمودی سعی کنید تا باورها و فکرهایی که زیر اون افکار وجود دارن رو پیدا کنید و اینقدر این کار رو ادامه بدید تا به یک باوری برسید که غیر قابل تغییر و یا غیر قابل تعمیم دادن به فکر دیگه ایه. وقتی چند روز این تمرین رو انجام بدید اولش متعجب میشید که زیر اکثر افکار منفی شما یک باور مشترک وجود داره و انگار ریشه همه این فکرهای منفی یک چیزه خب زمانی که این باور رو پیدا کردید حالا با استفاده از تکنیک هایی که تا حالا یاد گرفتید باید سعی کنید تا این باور رو تغییر بدید یادتون باشه وقتی باور منفی و یا باور بنیادین خودتون رو پیدا کردید یعنی عملا ریشه درخت افکار منفی خودتون رو پیدا کردید. پس اینو میدونید که اگر چه؟ افکار منفی شما در موقعیت های مختلف به ظاهر متفاوته ولی باور بنیادین شما همیشه یک چیزه پس حالا باید برای تغییر اون باور بنیادین یکسان تلاش بکنید این کاریه که در راستای زمان میتونید انجام بدید و نمیتونید به یک باره و با یک بار انجام دادن این تکنیک این باور بنیادین رو تغییر بدید یادتون باشه که وقتی باور بنیادین خودتون رو پیدا کنید در واقع نیمی از راه رفتین چون حالا در هر موقعیتی که یک فکر منفی براتون ایجاد بشه میدونید که این فکر منفی ظاهر ماجراست و زیرش همون باور بنیادین قدیمی قرار داره پس در نتیجه با خودتون فکر نمی کنید که در موقعیت های جدیدی دارید قرار می گیرید و همین آگاهی بهتون کمک میکنه که بتونید به راحتی با افکار منفیتون مبارزه بکنید خب حالا قلم و کاغذ خودتون رو بردارید و فکر بکنید به آخرین موقعیتی که درش استراب، نگرانی، احساس منفی یا یک فکر منفی رو تجربه کردید. وقتی اون فکر منفی رو پیدا کردید، سعی کنید باور منفی که در زیرش قرار داره رو از طریق تکنیک پیکان عمودی پیدا بکنید. و بعد با تکنیک هایی که یاد گرفتید سعی در تغییر این باور بنیادین داشته باشید این کار رو حداقل برای یک هفته انجام بدید وقتی یک هفته هر روز خودتون رو مونیتور بکنید و بازنگری بکنید و ببینید که چه افکار منفی دارید میتونید باور بنیادین خودتون رو پیدا بکنید بعد از چند روز که دیدید باور بنیادین شما همواره یه چیزه میتونید مطمئن بشید که باور بنیادین خودتون رو پیدا کردید و حالا سعی کنید تا با استفاده از تکنیک های شناختی این باور بنیادین رو در خودتون تغییر بدین